میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برادری و یوسف اردلان در برنامه دیگر از تاریخ. درود بر تو یوسف گرام. درود بر شما و بینندگان عزیز و واسم امیدواریم که بتونیم این ساعتی رو با هم دیگه باشیم و مزاحم وقتتون بشیم. قبل ساموئل پاتی معلم تاریخ در یکی از مدارس بومی پاریس جهانی رو شگفت زده کرد و نشون داد که در واقع جنونی جهان ما در واقع دستخوش یک جنون واقعی است، جنونی که جنگ مذاهب، جنگ خونی رو که در خاورمیانه شاهدش بودیم رو در جهان در این گوشه و گوشه های آن میبینیم. از آمریکای ترامپ و طرفداران ترامپ گرفته تا در واقع فعالان صهیونیست و یهودی که در اسرائیل علیه اعراب و فلسطینی ها در حال جنگ مذهبی هم، تا داعشیانی که نه فقط ایزدیان و سنی ها و شیعیان رو می کشن بلکه هر دیگر اندیش دیگری رو سر می برن، همه و همه به نام خدا و الله و در واقع خدایی که اونها می پرستن. در واقع روحانیت تا حد زیادی با پیروان مذهبیش به گونه این جهان ما رو چنان خونبار و این جنگ ها رو دامنه دار کرده که همه بر این پایه در واقع قبول دارن که مذهب و جنگ در سراسر تکامل فرهنگی انسان دوش به دوش هم حرکت میکنن و آموزش های غالبی که اکثر این مذاهب در بسیاری از این زمان ها میدن اینه که اکثریت بشریت رو محکوم به تباهی و عذاب میدونن. مذاهب به طور ریشه‌ای در مقابل هم قرار دارن و ظاهرن اگر برای مقابله با شر به وجود اومدن، اما آن چیزی که هست یک شر واقعیه که جهان ما رو به سمت یک جنون وحشتناک میکشونه، جنونی که برای گفتن سربریدن ها هست، قصات هست و ذبح النبی و امثال هم. ارزیابی شما و آخرین خبرهای شما در رابطه با فرانسه و کشتن این معلم تاریخ که هست، چرا که ما شاهد تظاهرات های گسترده روز بودیم در فرانسه علیه این جنایت، کسانی که با خلافات هایی که ما معلم هستیم جمهوری فرانسه نمیتونه اینها رو تحمل کنه، آزادی بیان و بی قید شرط همه جا و همه زمان این رو شعار میدادن. شما چطور دیدید این قضایات؟ حالا آخرین خبر در واقع میشه آخرین خبر و اولین خبر همون کشتی شدن با چاقو و سر بریده شدن معلمه. این عظیمترین تراژدیه که الان اتفاق افتاد. مسئله و میبینیم این برای بار اول نیست، همین 4 سال پیش بود انفجاری که 100 نفر رو کشت، همین چند سال پیش بود در خود پاریس همین در شارلی ابدو به خاطر کشیدن چند تا کاریکاتور و تازه باز تکثیر کاریکاتوری که در هلند هم قبلا منتشر شده بود، دیدیم که چه فاجعه‌ای به وجود اومد. چند نفر، بیشتر 12 نفر از کاریکاتوریست ها و کارکنان شارلی ابدو کشته شدن و مسئله این کشتارها و این انفجارها
و همه چیزهای دیگه که بگیریم، یعنی حرفایی که در اروپا میگیم، مسئله مترو لندن رو فراموش نمیتونیم بکنیم. از این گذشته مگر داعش و اون سربریدن های دست جمعی جلو دوربین برای ارعاب چیزی که اصلا مطلبی برای گفتن نمیذاره، مطلبی برای گفتن نمیذاره که دچار چه بدبختی هستیم و این بدبختی از کجا، چرا اینجوری میشه. من یه با همون دفعه پیشترم اشاره کردم که اواخر قرن 19 مسئله مدی پیش اومد و مسئله در مقابلش هم دین به وجود اومد. همین اشاره کردم که حتی خود فراماسونری هم که وجود آوردن به شکل مراسم دینی، مراسم خاصی و معبدی براش داشتن، قطب اعظم. یعنی از این مکانیزم دین، از این مکانیزمی که مطلبی رو به صورت باور در بیارن، این رو همیشه استثمارگرا از اول تاریخ ازش استفاده کردن. در واقع دین و باورهای دینی به صورت یک صنعتی، به صورت یک متدی درآوردن و الان ثمراتش رو در طی این گسترش استثمار و نکبت حاکمان باید دید. وقتی که میبینیم از سالهای 60 به اصطلاح کمربند سبز دور کشورهای عموم سوسیالیستی موجود درست کردن، موجود آوردن از جنبش های حالا یعنی انجمن های دانشجوی مسلمان گرفته تا یواش یواش بزرگ شد و تمام به قول خودشون نوار سبزی رو به وجود آوردن. این نوار سبز از اندونزی و مالزی شروع می شد تا برسه به خاورمیانه. ثمراتش این هست، این بذرش اینا این شکلی کاستن. و این بذر از چی بود؟ مگر این رو همونطور که اشاره کردم واقعیتیه، برای استثمار کردن و به زیر چرخه استثمار سرمایه داری در آوردن شکل های مختلف در میاد. همین انگلیس که از آخر قرن 19 شروع کرد در واقع به مسلمونا رو تقویت کردن، این رو فهمید، این از این مکانیزم استفاده کرد. این مکانیزم مکانیزم جواب داده شده ایه که در قرن 20 دیدیم که مبارزه ضد استعمار انگلیس رو در هند دو شاخه کرد، تبدیلش کرد به دو تیک. پاکستان رو از جدا، پاکستان در واقع اولین تجربه بسیار موفق سیاست از دین استفاده کردن در مسائل اجتماعی به طور مشخص، این برجسته است، حالا همش استفاده کردن و بعد از اون هم این نکته رو ادامه دادن. و این مسئله میبینیم که وقتی جنسش این هست و در رابطه با این مطلب هست و در واقع یه چیزای خودشو پیدا میکنه، نحوه رشد خودشو پیدا میکنه، آدمای لومپن در واقع آلوده شده، مسئله این افیون، این افیون دینی آنچنان در رگ و ریشه آدم رسوخ پیدا میکنه که چون نادیدم هست، فرقش با یک اعتیاد LSD یا اعتیاد با مورفین اینه که تو LSD و مورفین رو میبینی. یک کسی که LSD مصرف میکنه یه آدم ممکنه بکشه ولی LSDش معلومه، اما دینه معلوم نیست. و این چیزی نیست که فقط آدم به حدس این رو بگه، تجربه تاریخ و گذشتگانی از قرون گذشته این نکته رو بیان کردن. و مسئله ای که در واقع اگر انقلاب کبیر فرانسه رو با آزادی برابری برادری رو میگن، آزادی یعنی آزادی از سلطه دین. آزادی مگه
شوخی بود دوران اینکیزیسیون و دوران قرون وسطای اروپا، به ثمرش همونه، آدم میسوزوندن همین آدم ها، یعنی پدر جد اینا آدم میسوزوندن. چرا که تو مسیحی نیستی. مثال معروف یک داستان هست در روم که کسی رو داشتن میخواستن آتیش بزنن که همسایه یا نزدیک اون گفت این آدم بسیار خوبیه، این دختر زیبای بسیار خوبیه، من میشناسم بشین خیلی خوبه، و این چرا بخواید این رو بکشید؟ گفتن آخر این چیز کرده، این به مریم، به باکر بودن مریم شک کرده، که همون پیرزن میگم خودش چوبی رو برداشت و آتش رو اون روشن کرد. وقتی آدم به این اندازه از خودش بیگانه میشه، به این اندازه از خودش دور میشه، نتیجهش اینه، نتیجهش اینه. این جورایی که وقتی میگیم آره این که چچن بود که اینطوری کرد، دیدیم که چچنا نقشی رو بازی کردن تو همین جنایت ها در داعش، نمونهش رو میبینیم و که تربیت میشن در کجا؟ در پاکستان. پاکستان کجاست؟ اولین جمهوری اسلامی مختر اختراع شده با برای سیاست انگلیس و آمریکا کن. کی هست؟ مسئله دویدونم محمد علی جناح که شاگرد سید جمال اسدآبادی اخوان المسلمین، ریشه قشنگ مشخص هست تا کجا. این آموزش ها ثمرش این هست. مسئله این نیست که طرف رو ببرن از اول هم بهش امکانات میدن و میبینیم که آخوندها چه چیز مهارتی دارن در صحبت کردن، و اینقدر صحبت میکنن صحبت میکنن صحبت میکنن، در واقع مخ آدم ها رو میخورن. کارشون اصلا همینه. اگر اینجوری نبود چجوری میشد با این وضعیتی که ما در واقع میبینیم که فرهنگ آدمیزاد که در سال 79 میبینیم حکومتی به نام جمهوری اسلامی آقا گفته، به آقا رأی دادن. آقا چیه؟ آقا همین آدمای در واقع لیچارگو و ابله فریبن. اینجاست که آدم باید قبول بکنه این بلاهت عمومی وجود داره، این بلاهت عمومی مرضه. اگر ما کرونا رو میبینیم، در واقع ویروس رو میدونیم، ویروس دین رو نمیشناسیم، یا آنچنان وجود داره که خیال میکنیم طبیعیه، یا خیال میکنیم که این خیلی هستن که میگن دین چیه؟ میگه بابا جان دین به خود تو مربوطه، من نمیدونم تو دین چیه، و یا خودت اگر به خدا یا معتقد هستی یا نیستی، اون خداست میتونه تشخیص بده که تو دین درسته یا نه. باور نمیکنی که تو میتونی دین نداشته باشی، و این نکته خیلی مهمه. نسبت به ملیت هم همینطوری که گویا همه باید داشت یه چیزی اینو داشته باشن، چه چیزی رو؟ و این دین رو همونطوری که همه میدونن و واقعا احتیاج به این نداره که آدم تکرار کنه که ثمرش رو در سر بریدن در یک کشوری که افتخار میکنه به همین انقلاب اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه و آزادی رو ارج میذاره، کلیساها رو تعطیل کرده. البته شانس های رو هم داره، یعنی خطر اینقدر زیاده. ببینید که باوجود در آماری که به اصلا عنوان میکنم، بیشتر از 80% از فرانسوی ها پاشون رو تو کلیسا نذاشتن، یعنی 20% که تازه رفت آمد کلیسا کردن. ولی در این شرایط میبینیم که دین اینجوری عمل میکنه. معلوم از فرساس نابسامانی های بزرگی که در واقع وجود داره، ما و تبعیض‌های بسیار ریشه‌دار توی جوامع در واقع اروپایی علیه مهاجرین،
خصوصا نسل دوم و سوم مهاجرین انجام میشه، آن چیزی که فلبداه به دست نسل جوان میرسه یک نارضایتی عمیق و ریشه‌داری از تبعیض سازمان یافته که علیه این مهاجرین و رنگ پوستا، آفریقایی تبارها، خاورمیانه‌ای ها و همه اینا به کار میده و پاکستانی ها و در واقع بنگالی ها. این در واقع این تبعیض سازمان یافته در رابطه با کار، در رابطه با آموزش، در باره رتبه‌های اجتماعی، در باره موقعیتی که دارن و ضعیف بودن حق اونها مساوی شهروند، اونها رو گرفتار یک دستگاهی میکنه که دستگاه ظاهرا اعتقادات مردم، به قول برتر راسل خیلی چیز جالبی، ژان پل سارتر چیز جالبی نوشته، میگه که ادهی فکر میکنن که دین اعتقادات مردم است. اینطور نیست، دین یه صنعته، صاحب داره، به نفع ادهیست و باعث ثروت مادی و قدرت سیاسی طیف معینی در جامعه میشه و به یک حاکمیت سیاسی و طبقاتی در جامعه خدمت میکنه. مذهب صنعتیه که میلیاردها دلار پول در آن جابجا میشه، هزینه تبلیغاتش توسط این پولها پرداخت میشه، این پولها رو با کلاهبرداری اخاذی از جیب مردم بیرون میکشه. این یک دستگاه نشر اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدهند، مردم را میترسانند، مردم را در این دنیا از خشونت میترسانند و در آن دنیا از عقوبت. این درست مثل مافیاست. نهاد مذهبی، چه مسیحیت باشد، چه اسلام، چه یهودیت، قبل از اینکه مجموعی از باورهای اجتماعی باشد، یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعی است که روی پای خودش ایستاده، مالیات میگیره، پول میگیره و خرج بقا و حاکمیت خودش میکنه. دین شراب ناب نیست، متانول است که مستی میدهد اما به قیمت کوری. و ما دقیقا اینو توی ایران شاهدیم. یعنی شما میبینی یه دستگاه بسیار عریض و طویل روحانیت هست که در همه کشور شبکه داره، قدرت داره، کنترل میکنه، مالیات میگیره، خمس و زکات میگیره، در واقع خیریه میگیره، خیریه میسازه، انجمن میسازه، لاتوبوت ها رو و اوباش رو سازمان میده، دسته های عزاداری سازمان میده، ماه محرم و ماه سفر رو سازمان میده، ماه رمضان رو سازمان میده. از روز اول حیات آدم که آدم دنیا میاد تا روز مرگش، تا عروسیش، تا هر چیزی صاحب اختیارش میشه، آموزش رو در اختیار گرفته، قوه قضاییه و عدالت رو در اختیار گرفته، حقوق اجتماعی رو، دولت رو به گروگان گرفته. و شما ببینید یک دستگاه عریض و طویل هست که شما هر تکانی هم بخورید سریع یک سوره یا یک آیه یا یک حدیث یا یک خبر به اصطلاح میرسه که شما رو در به اصطلاح به اسارتگاه واقعی ببره و توجیه کننده نابسامانی باشه که هست و امیدی که بعد از این دنیا احتمالا شما یه ساحل عسل و رودخانه شیر و به اصطلاح کلی چیزهای دیگه ای داده میشه. این موقعیت شما میبینید که توی این موقعیت در این حال ما شاهد مجازات های وحشتناک هستیم. ما دیدیم که کسی توی خراسان جدیداً به خاطر خوردن مشروب برای سومین بار اعدام شد. کسانی رو میبینیم که به خاطر بهایی که اعدام شدن، به خاطر که دین بهایی داشتن. کمونیست هایی که توی سال 67 به خاطر همون گفتن من مسلمان نیستیم اعدام شدن. و خمینی با اون پیام روشنش در رابطه با سلمان رشدی که باید اونو، نه فقط اونو کشت، ناشرین و چیزاش هم باید کشت. یعنی همون کاری که در شارلی ابدو اون چند به اصطلاح بنیادگرا اومدن انجام دادن، کاریکاتوریستا رو کشتن، خمینی در 1988 در واقع سازمان داده. بله بله بله، نکته همینه. یعنی
تداومی. بعد هم خود مردم این رو توجه بکنید، اون کسی که در مقابل این گفته جنایتکارانه ساکته، هم خود مردم ایران رو میگن باید احساس کنه مجرمه، باید احساس کنه مجرمه. و کشورهای غربی هم میدونی که بنابرای منفعت خودشون کجدار و مریض رفتار میکنن. و همین فرانسه که میبینیم این شکلی هست، خب چجوری با خود دو، اگر واقعا مثلا در انفجار چند سال پیش گوشه ای هم از دست ایران توش بود لاپوشانی میکنه، خب چجوری باید انتظار داشت یه دونی دیگه در نیاد که از چچن اومده باشه و نمیدونی عمل جنایتکاران رو انجام نده. مسئله البته خیلی پیچیده است، واقعا پیچیده شده، خیلی پیچیده شده. مسئله رو به سادگی هم نمیتونیم، همون اینکی محکوم و اونیکی نه. خود دین باوری مسئله یه که از کنارش رد میشن، خیال میکنن سر خودشون کلا میزنن، سر خودشون کلا میزنن. ولی مسئله خیلی ساده است، هیچ وقت نمیبینیم در روزنامه ها، همین در روزنامه های غربی باشه، یه جای کوچولو هست، همین تاجیکستان تونسه، متاسفانه کوچیکه، جمعیت خیلی فراوانی نداره، اما تونسته یه حرف منطقی بزنه. یا جان تو تا 18 سالگی آخه به حق بلوغ نرسیدی، از 18 سال به بعد میتونی بری مسجد، و مسجدهای خوشگل قدیمی رو بهتره یا بیمارستانش کنیم یا مدرسه و موزه. و خوشبختانه تونسته این کار رو بکنه، حالا چقدر پایداره معلوم نیست، ولی هیچ که راجبش حرف نمیزنه. نکته سر اینه، یعنی فکر میکنیم چیزیه که همجوری میگذره، خب ولی میبینیم که شدنیه، میشه بدون اینکه کسی رم گشت بابا مسجد رو موزش بکنیم، مسجد سپهسالار رو باید موزش کرد. خب این باور، این باور ما بسیاری از این، یعنی در واقع بسیاری از ما یا پیشینیان ما بر این باور بودن که با پیشرفت علم و صنعت، با پیشرفت تکنولوژی، مسئله مذهب کنار میره و در واقع اون باور به معجزه، باور به خدایان، باور، وحشت از ماورا طبیعه، وحشت از به اصطلاح بسیاری از چیزهای زلزله فلان، اینا همه اینا در واقع با پیشرفت علم اینا کنار زده میشه. اما متاسفانه ما از دو سه دهه گذشته، خصوصا پس از فروپاشی اردوگا، شاهد یک بروجی بودیم. شاید هم قبلش اگه شما یادتون باشه، حتما یادتون هست، مثلا توی آمریکا رونالد ریگان از طریق بسیاری از همین گروه های مذهبی مسیحی و طرفداران چیز در واقع انتخاب شد. اون گروه هایی که نام پراکنی های گسترده میفرستادن، نامه های مختلف، تبلیغات وسیع در مورد خدا و در واقع مقدسات و مسیحیت و ارج خانواده و فلان اینا، و خطراتی که هم مهاجرین هم به اصطلاح سکولارها و این جریانات برای به اصطلاح خانواده ایجاد میکرد، همه چیزای در واقع مدرنیته رو زیر میبردن. تی پارتی بر اساس همون اعتقادات تا حد زیادی شکله. یا مثلا توی خاورمیانه شما میبینید که ما یک مرکز وحشتناک ایدئولوژیک داریم که با یک صنعت مالی گسترده‌ای هم روبروه. ما کعبه رو داریم که میلیون ها نفر سالانه ازش بازدید میکنن، و روحانیتی که آخوندها و مفتیها و کسانی که اونجا در واقع با مدارس دینیشون، که نه فقط در سعودی، در عربستان، بلکه در امارات و پاکستان در واقع دارن
و مصر دارن آموزش میبینن با پولهای بسیار سرگردانی که میاد، حمایتهای مالی و دولتی و بازاری که میشن، میشه گفت که و به اصطلاح همون نسبیت فرهنگی که توی غرب توی دوره بعد از نیو لیبر ایجاد شده اینا، ما شاهدیم که مثلا توی انگلیس صدها مسجد خصوصی ایجاد شد که بسیاری از مهاجرین رو جلب کرد. فرانسه هم باید همینجوری باشه، اینجوریه؟ فرانسه این مسجد خصوصی نیست ولی مسجدها رو دارن، تجمع مسجدها رو دارن، ولی همین امامانشون مثلا امامان همه بیشتر از سعودی میان و از پاکستان اونجا هم یا نه؟ چون فرانسه خودش قبلا مستعمره های شمال آفریقا رو داشته، مراکشی و الجزائری کم نداره، یعنی به اندازه کافی داره که اون عربستان سعودی قبلا تحت نفوذ انگلیس بوده، عربستان سعودی تو پاکستان و تا میرسه به برای هلندی ها از اندونزی و از اینجور چیزا جنوب شرق آسیا. ولی در هر حال این نکته‌ای که اشاره کردیم، این به صدا پشتیبانی مالی که از اینا میشه، از کجا رد میشه؟ از این بانک ها. یعنی این یا کسی که حقوق بگیری که اگه نمیدونم یه دونه، من یادم یه وقت چند سال پیش، سی سال پیش، برادرم از آمریکا چیزی نبود، یعنی به $1,000 هم نرسیده بود، هدیه برای من فرستاده بود، این باید سینجین به بانک، این پول از کجا میاد برای چی؟ تا بگیم آقا این برادر از این هدیه داده. بله، چجوری برای این $900 چجوری زرنگن میتونن اینو پیدا بکنن و میگیرن و خیرشو که این از کجا اومده؟ بعد این میلیارد ها که جابجا میشه، یعنی هیچی نیست، معلومه. و بعدش هم این کجدار و مریضی که رفتار میکنن، همین پلیس فرانسه که الان خب میگه رفتن نباقه، موقعی که همیشه پلیس ها خودتون هم میدونین تو کشور غربی امنیت هست، اما اگر اتفاقی بیفته پلیس تو دعوا هیچ وقت دخالت نمی کنه، وای میشه تا دعوا شد بعدش اگه تونست میگیره. اینم همینطوری بوده، یارو یه نفر رو گرفته، امکان نداره تو خونه بعد از مدرسه کسی اینه ندیده باشه، خب با چاقو با کارد سلاخی رفته با غمه و این رو زده و بعدشون سرش رو بریده، وقت کمی نبرده، بعد تازه تو اونجا دستگیر نشده، خب چون همه دیدن ردش گرفته در فلان شهر درون ده بغلی رفته اونجا، اون چون میدونست اومدن دنبال این، تسلیم نشده و با تیر زدن کشتنش. البته میگن یه هفتی همراهش بوده، ولی اونی که دستش بوده دیگه این هفتی رو برای این گذاشتن که تیراندازی خودشونو مشروع نشون بدن. ولی چرا کشتیش؟ تو پلیسی حتما نشون میگید حتما باید خوب باشه، تو 5 تا تیر بهش میزنی، به پاش بزن، به دستش بزن، میتونی. و بدونیم که هم اینا هم حتی از اون قاتلینی که به اصطلاح از چارده ابدو بود که رفتن یه کافه رو هم تو اصطلاحی که دیگه از خیابونای پاریس کود و اونجا سنگر گرفتن و بالاخره دو روز دورش گرفتن و فلان اینا، بعد اونها رو کشتن، کشتنشون، نه دستگیر بکنن که میتونست. یعنی مثلا این که دستگیر نمی کنن و می کشن بعدش هم های ما قهرمانی، نخی اینجا رو شما سر نخ دارید کور می کنید، درسته 14 نفر دیگر می گیرید، ولی من مطمئنم اینا این 14 نفر که گرفتن که دوتاش از بابا ننه اون به اصلاحی که از محاصلین هست، اینا هم تبدیل میشه به پرونده، همونطوری که 14 نفری که الانه اون در جریان برای قاتلین شالیب بود، در حالتی که اگر اون دوتا کسی که سنگر گرفته بودن
اونا رو دستگیر کرده بودن شاید احتیاج به دستگاه عریضی طویل اینجوری بازو یا فلان از این حرفا و بعد قاتل اصلی نمیدونن در رفته و آخر در رفته بود یکی در رفته بود یا فلان جور رفته بود نمیدونن از اینجور حرفا مسیرش هم میگن که فلان ساعت سوار قطار شد رفت فلان جا خب بگیرش اینا یه نوع بازی کردن با افکار عمومیه و خودشونو به اصطلاح مشروع جلوه دادن خود همین حکومت ها واقعا پشتیبان اینا خب نقطه اینه که خیلی وقتا از دستشون اینا از دستشون در میره مثل میکروب میمونه من یادمه جوان بودم خیلی بچه بودم در واقع فیلم های اون وقتا سالهای 60 یه فیلم های باب بود که همون که گفتیم تکنولوژی صحبت سر وجود آوردن سلول زنده بود که اصلا زندگی چی سلول زنده رو چجوری میشه چون زمان اوج علم و صنعت و اینا بود بعد جنگ دوم و یه بابای فیلم سیاه‌سفیدی بود خیلی هم چیزی بالا نبود ولی ایده ای رو داشت این بود که یه بابای تو آزمون یه سلول زنده ای رو تونسته خلق بکنه ولی تونسته خلق بکنه این سلول تبدیل شد به یه توده انبوهی هیچ شکلی نداشت فقط دوربرش رو میخورد این جذب میکرد میخورد آزمایشگاه رو خورد ساختمون رو خورد آدم ها رو خورد بعد نمیدونم کابلای قوی برق بهش وصل کردن بکشن نخیر علاجش نبود یعنی اون آزمایشگاه چیزی رو درست کرده بود که خودش خواهد به کنترلش نبود مسئلهش این بود و این مسئله ادامه داره حالا اگر به صورت بیولوژیکی نباشه اتفاقا نکته مهمی رو که اشاره کردی الان چرا جواب نمیده رشد صنعت در مقابل این در واقع بیراه رفتن و توهم یه مقدار همین رشد سریع صنعت الکترونیک و صنعت در واقع همین نرم افزاریه هیچ کس دیگه من خودم یادم قبل ساعت اتوماتیک میفهمیدی چجوریه ولی وقتی این ساعت دیجیتال اومد یه دوستی داشتیم که میگفت من چیزی که نفهمم چجوری کار میکنه نمیبندم سالهای سال ساعت دیجیتال نداشت ولی مجبور شد یه ساعت دیجیتال بگیره و وقتی همه چی دیجیتالی شده مکانیزمش رو نمیدونی این جن و پری شده جن و پری که عمل میکنه و متاسفانه باعث تنبلی ذهنی برای خیلی شده که راجع به مسائل ویژه روزانه فکر نکنه و دیگه تبدیل بشه به افسانه‌ها و بعدش هم تمامه حالا ما میگیم آخوندان این شکلی ابله پروری میکنن تمام بازی های بچگانهی که از همون بچگی و دیجیتال برای بچه ها درست میشه جنگ هست و چیزهای عجیب غریبی و اگر سابق احتیاج به یه تصور جن و پری بود الان به صورت فیلم داره به بچه این رو حق نمی کنه. این بچه ای که به آموزش هایی که توی تلویزیون هست حالا از تئاتر و به اصطلاح کارتون و چیزای فیلم های بسیار شما از اول تا آخر واقعا همش آنچنان وحشتناکه و همش وحشت تولید میکنه و جاش هم معلوم نیست یعنی تو با یک دکمه میتونی 500 نفر رو بکشی و با این جور قدرت ها اینو فکر در واقع انسانی رو و همش هم تو کشتاره این انسان کشتن مرگ در این بسود بازی در اومده و این خطرناک چقدر خصوصا مثلا ما توی غرب بسیار بر این چیز بودن که مداراجویی و انصاف و یه سری صدری در مورد اختلافات فکری و نظری و اینا بود ولی آن چیزی که به اصطلاح خصوصا توی مذاهب هست این دشمنی های قدیمی نه فقط قدیمی دشمنی هایی که
اکثریت مردمی که به باورهای یک فرد معتقد باور ندارند رو در واقع شایسته آتش، شایسته جهنم میدونند. به قول مارکس گفته بود دین آه انسان دردمند است و عاطفه جهان بی قلب است و روح یک دنیای بیروح، و دین افیون توده مردم است. در این بیروحی و چیز ما خشونت، ما همین سربریدن رو میدیدیم. یه انسانی میاد راحت یه معلم تاریخ رو بدونی که حتی بشناسدش، بدون کی هست، حتی از میاد میپرسه که اون معلم شما اسمش کیه، پیداش میکنه، به یه دانش آموزی پول میده که معرفیش کنه، بعد را میفته پشت سرش، یه دونه میزنه سرش، بعد سرش رو میبره، الله اکبر میگه و میره. یعنی اون بیروحی، اون بیاتفیدی، اون خشونت وحشتناک مذهبی رو نه فقط اعاره میکنه، نکاس میده، در این حال افیونی برای آرامش خودش، مثل اینکه داره به خدا نزدیک میشه، با الله اکبر هم کشته میشه. این تو این ما توی به اصطلاح خشونت های سازمان یافته‌تر و بزرگتر توی جنگ سوریه و عراق، جنگی که داعش که توسط ترکیه و سعودی ها و اماراتی ها و ایالات متحده و غرب در واقع حمایت مالی و تسلیحاتی شدن و سازمان پیدا کردن، دیدیم که چطور همه اون دوتا کشور رو، عراق و سوریه رو، که قدیمی ترین به اصطلاح تمدن های اولیه توی جهان ما هستند، رو نابود کردن. شهر زیبای موسل که یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان بود نابود شد با همه موزه‌هاش. بسیاری از چیزهای تاریخی در سوریه کاملا نه فقط نابود شد، غارت شد، سرها بریده شد با نام اسلام و خدا و پیغمبر. و ما این چیز اگه یادتون باشه تو اسرائیل یکی با چاقو حمله می‌کردن فقط به جرمی که طرف یهودیه، یا طرف یهودیه به جرمی این که کسی فلسطینی عربه، اون رو دیوارهای بزرگ رو کشیدن دور غزه و اطراف شهر مناطقی که فلسطینی هستن برای اینکه این جدایی رو عملا فیزیکی سازمان بدن. یا آقای ترامپ بعد از به اصطلاح این جریانات چیز میاد با انجیل کتاب مقدس میاد و در واقع از طریق کتاب مقدس میخواد ایدش رو به مردم بفروشه، و این در واقع جدایی و تفاوت خودش رو از جریانی که به اصطلاح غیر دینی هست رو نشون بده. خامنه ای به گونه دیگری این کار می کنه، با دشمن زدن جدایی ها رو سازمان می ده. فکر می کنید این پایان این به اصطلاح جنون جهانی چه هست و این جنون رو چطور میشه واقعا حالا این رو پاسخ داد؟ نمیشه به سادگی، واقعا نمیشه پاسخ داد. خیلی ناامید کننده است از نظر من، چون وقتی میبینیم همین صحبت هایی که کردیم، ولی در همین مدت میبینیم که در تمام دنیا رشد کتاب خوندن چقدر اومده پایین. البته ما میبینیم که تظاهرات عظیمی که در پاریس، در شهرهای مختلف فرانسه شد، چقدر عظیم بود علیه این جنایتی که صورت گرفته. این جای امیدواریه، ولی وقتی که باز هم به ساعت خوندن کتاب برمیگردیم کمی ناامید میشیم، دوباره به همین دوچار گویا به شوکای احساسی ما احتیاج داریم. به این شوکای احساسی کانالیزه شده به طرف خشونت. در همین ایران وقتی میبینیم، خب باید نتیجهش این باشه، یه آدمی موزه کسوی دفتی کومونیست هم نبود، سوسیالیست هم نبود، کسوی یک انسانی بود، موزه خیلی هم از اونایی بود که چون بر میگردی به اون نقطه هایی که دور شده که زمانی بود نسیونالیسم، یعنی به وجود اومدن ملت، مترادف بود با ملت یعنی آدم آزاد، آزاد از قید
طبقات بالا در طبقات اشراف دین معنای اون رو داشت، ولی از اون دیگه توی میشه. ولی کسری از اونایی بود با آدم آزاد معتقد بود و چهار تا کلمه درست حسابی میزد. وقتی کشتن سرشو بریدن توی دادگستری، خب قاتلشو چکار کردن؟ هیچ، آزادش ولش کردن که معلومه. یعنی وقتی که میگیم در جامعه بیمار هست، این بیماری مال امروزش نیست و این بیماری وقتی گسترش پیدا میکنه نمیتونیم ببینیم گسترشش رو، خطرناکه. در خود همین فرانسه وقتی اینی میبینیم، این تنها این امروز نیست، 4 سال پیش بود، 8 سال پیش بود، تمام این اتفاق افتاده. ولی باز هم خشونت پلیس رو هم میبینیم، خشونت پلیس، حکومت این، و باید سر خودمون رو کلا نذاریم. اینا در اصل دموکراسی دارن، نه، این حکومت ها حکومت های حاکم هست، اینا رو نگه میدارن تا حد زیادی مکمل هم میکنن. در انگلیس یکی از مدافعین در واقع پوشش های بزرگ همین اسلامیست هست، از هر جای دنیا در میرن میرن انگلیس، در میرفتن میرن انگلیس، انگلیس بودن، یعنی حامیه در واقع چیه؟ ظاهرن دموکراسی، داخلن عقیده است. ولی راجب این صحبت نمی کنم، تو دین عقیده نیست، همونطوری که اشاره کردید دین صنعته، صنعت استثماره. تمام تاریخ رو خیلی ساده، ما راجب دین تاریخ صحبت میکنیم، یعنی بخوام در گذشته زندگی بکنیم، بابا این رو ببینیم که تاریخ تمام از اون برده‌دار اولیه گرفته تا بعدش کنارش و پشتش معبد هست، آقایون چیزا هستن، مسجد و کلیسا و مسجد و تا اومده تا امروز هست. یعنی بدون اونا حکومت حاکم نمیتونن. بالاخره یه قوانین نوشته هست که این هستش، ولی قوانین نانوشته یعنی اخلاق اجتماعی، اخلاقی هم هست، این اخلاق اجتماعی هست که در واقع عمل میکنه و جهت میده به اجرای این قوانینی نوشته. تلاش میشه که این قوانینی نوشته هرچی به اصطلاح مترقی تر بهتر، ولی این کافی نیست اصلا. مسئله اون اخلاق اجتماعی، اون قوانین نانوشته ای که به صورت اخلاق تابعش هستیم، همه جا این رو میبینیم، ما در محلمون هم همونو میبینیم. خیلی چیزا بدونی که کسی به ما بگه فلان حرف بده یا فلان حرف خوبه، تابع بودیم، یعنی انجام دادیم، خودمون رو محدود کردیم. محدودیت های در واقع اجتماعی و فرهنگ عمومی کم نیست و خوشا به جامعه ای که هرچی پاکتر از این خرافات و نکبت های دینی باشه. پاک کردن این خرافات، وقتی که من سفره ابوالفضل میشینم و پای سفره ابوالفضل میشینم، خیال میکنم یه مهمونی دادم، نه، داری جنایت میکنی و اینو نمیفهمی. خیلی راحت، آره، هممون بذار پشت بخوریم، ولی بذار این رو واقعیت بگیم. به طور واقعی اینه که مذهب و دستگاه روحانیت یه مکمل در واقع دستگاه سرکوب و کنترل دولتیه که اجرا کردن احتیاج به روحیه مجری داره و مجری احتیاج به آدم مطبوع داره. اونی که حکومت میکنه آدمای محکوم، آدمای تابع رو احتیاج داره. این تابع از کانال مذهب میاد، از تابع خرافات میاد، که اونم متدش هزاران سال پیدا کردن. مسئله مال امروز و دیروز نیست، به خاطر همینه کار سخته، خیلی سخته. ولی همین که میتونید من و شما هم رو که به حرف بزنید، خودش یعنی هنوز میشه حرف زن. میشه یکی توی تو آمریکا میگن که همون نوشته که جالبه، وقتی که چیز دیگر چیز قابل بررسی نباشد،
تخیل جای واقعیت را می‌گیرد و در دوران شیوع ویروس کرونا که تخیل زیادی برای تشدید ترس‌های من و رساندن آنها به اوج‌های ناشناخته نیاز نیست. به باور ما نویسنده، آمریکایی‌ها در برابر آخرالزمان قرار گرفتند، به پایان شیوه زندگیشان رسیدند یا به پایان چیز بزرگ و مبهم که ما نمی‌توانیم آن را تعریف کنیم، اما تا حد بی‌نهایت نگرانمان می‌کند. این موقعیتی که جهان ما، خاورمیانه ما، منطقه ما در واقع درش هست، در واقع از یک آینده ناشناخته، ترس از در واقع یک سازمان مافیایی وحشتناکی که قدرت رو در دستش داره و کنترل اجتماعی رو سازمان میده، سازمانی که بزرگترین تضادهای طبقاتی و شکافهای طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی، جنسی، ملیتی، نژادی رو سازمان داده و در واقع نظام و سیستمی که بر فقر و گرسنگی و بیسوادی و واقعا ناآگاهی مردم در واقع سازمان استوار خودش رو سازمان میده و از طریق یارگیری های دوره‌ای بسیارانی رو نابود میکنه و آینده یک جامعه رو. و این سبب نیست که اون خوشبینی اولیه که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و علم به سرعت در واقع این کلیسا و مسجد و کلیسه و معبد به حاشیه رانده میشن و تبدیل به موزه ها میشن، میشه گفت که تا موقعی که دولت نقش مکمل کلیساها و دستگاه مذهبی رو در کنار داره، هرگز از این نقش مکملش دست بر نخواهد داشت و این حمایت رو در واقع کنار نخواهد زد. به این لحاظ میشه گفت که نقد دولت، نقد قدرت دولتی، نقد در کنار نقد مذهب یکی از اصلی ترین چیزهایی که اموریه که ما باید در دست داشته باشیم که بتونیم با این جنایت های این گونه که معلم تاریخ رو سر می برند و داعشیان با صدای نعره های الله اکبرشون بر کوی برزن فریاد می کنند رو نمیشه به راحتی ازش گذشت. روزت رو یوسف گرامی، آخرین نکته یعنی حرف آخرم شما زدین، یعنی اول آخرش یه حرف بود. واقعا این پدیده در واقع دین، این صنعت دین برای اعمال قدرت طبقاتی و استثمار مردم هست. یعنی وقتی که نمیشه با بدون مبارزه کردن با این پدیده نادیده، پدیده دیده رو که عبارت باشه از خود استثمار موجود جواب بده. این دوتا همزاد هم دیگر و کار بس به اصلا سنگین تری رو جلو پامون میذاره که روشنگری رو حتم تر میکنه. باید بر سرش، اگر الان کتاب خوندن نیست، در هر صورت از طریق همین ارتباط فضای مجازی که میتونیم ارتباط برقرار بکنه. به قول راست خیلی حرف جالبی میزنه، میگه که آدم ها خیلی به هم دیگه الان ارتباط نزدیک میتونن پیدا بکنن. منطقی ترین کار اینی که، منطقی ترین فرهنگ اینی که ما با هم دیگه، حالا که اینقدر نزدیکی مجبوریم نزدیک باشیم، دوست بشیم با هم دیگه. این دقیقا مخالف با اونی که گفتید که دین دشمن اول می تراشه. باید برعکسش، یعنی انسان دوستی رو گسترش دادن، تقابل مشخص انسان دوستی، طبیعت دوستی، این دو عامل
دوتا عامل هست که میشه تبلیغش کرد، صحبتش کرد در تقابل با دین باوری. و این دین خویی و دین باوری در پاکستان، اسم شهرش یادم رفت، که چون برای به اصطلاح کویر زدائی درخت کاشته بودن، امام جمعه چیزی بهش نرسیده بود، گفتش که این در کار خدا دخالت کردنه. یک گله ابله رفتن درخت هایی که کاشتن برای کویر زدائی از ریشه کندن. خب این دقیقا یه نمونه خیلی خیلی کوچولویه، ولی از یک اصلی که باید طبیعت دوست بود، انسان دوست بود و تقابل کرد با این اندیشه های خرافی ابلان صاحب زمین، صاحب طبیعت بشره. تازه بشر جزی از اونه، صاحبش هم نیست، صاحب رو باید که صاحب بودن به جای خودش، و حیوان هم صاحب هم. زندگی رو باید گسترش داد. دین یعنی مرگ، دین مرگ دیگرانه میخواد و کلمه تبلوریه از مردن و بخشت. امیدوارم روزی برسه که و ببینیم گوشه هایی از اون رو، چون زمینش وجود داره. همینطور که عرض کردم ده ها هزار نفر میریزن تو خیابون تو فرانسه، نشون میده که بله میشه، زمینه هست، هنوز ریشه در آبه. خیلی متشکرم و ممنون. و این را رو بگیم که این برخوردهای احساسی بر میگرده، هم ریشن با هم دیگه. وقتی که مثلا که قدرت دستشون هست، بله. برای من که یه عمرم شاید یه دفعه کلیسا نرفته باشه، آقای ترامپ میشه ناجی بنده و انجیل نشون میده. و در اسرائیل هم که میبینیم اون حکومت رو با وجود آوردن، و اگه بگی باره چشه تبرو، از شارل ابدو هم بیرونت میکنه. نکته این تعارض ها رو باید دید، ولی زندگی ادامه داره. در جهت زندگی در تقابل با مرگ و نیستی و دین کاریه که سعی کنیم به پیش ببریم. موفق باشیم.